در ادامه مجموعه انعکاسات مطبوعاتی مهمی که در خلال برنامه و در بخش‌های قبلی برنامه خدمتون دادیم، این نکته رو باید این انعکاس هم باید اضافه بکنم که در ارتباط با قیام مردم ایران، دکتر ابراهیم نحاس تحلیلگر سیاسی و دکتر حسن هاشمیان تحلیلگر اخص امور ایران یه مصاحبه داشتن با تلویزیون الاخباریه، تلویزیونی در عربستان، که تایید کردن اونجایی که دیوار ترس در ایران فرو ریخته، قیام مردم ایران ادامه خواهد یافت. در این رابطه تصاویر رو و گزارشی رو میبینیم. كيف ترى مستقبل احتجاجات الإيرانية في ظل ما حدث خلال الفترة الماضية وماذا حققت؟ آقای ابراهیم نحاس، با توجه به تظاهراتی که در ایران برگزار شد و نتایجی که به دست آمد، آینده تظاهرات مردم ایران چگونه خواهد بود؟ نعم، يبدو أن هذه الاحتجاجات ستتواصل بشكل أو بآخر. قد لا يكون لمثل هذه الاحتجاجات على سبيل المثال اسقاط النظام. چیزی که پیداست این است که این تظاهرات ادامه خواهد داشت. این تظاهرات تأثیرات خود را به طور گسترده‌ای داشته است. این بدان معنا نیست که حتما شهروندان ایرانی به همان میزانی که در هفته‌های گذشته به خیابان‌ها آمدند را مجدداً مشاهده کنیم، ولی در آینده به صورت چشمگیری فعالیت‌های مردم ادامه خواهد یافت. یکی از صحنه‌ها در فضای مجازی است، چرا که دیوار ترس در جامعه ایران شکسته شده و همین امر تأثیر زیادی روی مردم خواهد داشت. جوانان و دانشجویان و اتحادیه‌های کارگری و بازاری‌ها و اقلیت‌ها و کسانی که طی دهه‌های گذشته خواهان تغییر رژیم بودند، دیگر ترس ندارند. در نتیجه شروع این تظاهرات، شروع مبارکی برای مردم ایران است، چرا که دیوار ترس را در میان مردم شکسته است و این نشان می‌دهد که آینده رژیم ایران دیگر مانند گذشته نخواهد بود، چرا که هیبت نظامی و پلیسی این رژیم در هم شکسته. مردم ایران و نسل جدید آرزوها و خواسته های مختلفی دارند. به این دلیل انتظار داریم که نسل جدید در ایران بتواند ضربات مهمی به این رژیم آشوبگر که در منطقه هرج و مرج و آشوب ایجاد می کند وارد کند. آینده بزرگی در انتظار این نسل است که بر خواسته ها و حقوقی که باید داشته باشد اصرار دارد. و مارس ايضا الارهاب تجاه الشعب و تطرف تجاه الشعب الايراني. مستقبل كبير جدا ينتظر هذا الجيل اذا ما أصر أيضا بشكل أو بآخر على مطالبه وعلى أيضا الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها أي شعب في العالم. نعم، دكتور هاشميان، ذكر الدكتور إبراهيم قضية أنه كسر حجز يعني دكتور هاشميان، همانطور که شنیدیم دکتر ابراهیم نحاس میگوید دیوار ترس در ایران شکسته و مردم ایران خواسته هایش را دنبال می کند و شعارهای مرگ بر خامنه ای سر می دهد و این موضوع را با صراحت بیان می کند. همچنین دیدیم که شهرهای کوچک هم علیه این رژیم قیام کردند و دیدیم که مردم اصلاح طلبها و اصولگراها را کنار هم قرار می دهند و خواهان تغییر کل نظام هستند. و همچنین مشاهده می کنیم که رژیم نمی تواند طرفدارهای زیادی را به خیابانها بیاورد و به این پناه برده که بعضی فیلم و عکسها را با فتوشاپ برای اثبات دروغگویی و تزویرش منتشر کند. نظر شما در این رابطه چیست و چه چیزی در این رابطه جدید است؟ شب كيف تنظر الى ذلك؟ ما الجديد في هذه الاهل يعني هذا التحرك الشعبي في ايران مقارنه بسابقه؟ الجديد هو ان النظام الايراني دائما كان يقول هو مسئله جدید این است که رژیم همیشه میگوید که طرفدار فقراست و به طبقه فقیر کمک میکند و در میان طبقه فقیر پایگاه مردمی دارد. ولی بر اساس آمار نزدیک به 90 شهر و 31 استان علیه این رژیم قیام کرد و اغلب مردمی که قیام کردند از فقرا بودند.
در صورتی که رژیم مدعی است که در میان فقرا پایگاه مردمی دارد. امروز فقرا از رژیم دور شدند و شعار مرگ بر خامنه‌ای می‌دهند و خواهان سرنگونی این رژیمند. این نتیجه است که به وجود آمده. رژیم نزدیک به 700 هزار نفر از نیروهایش شامل سپاه پاسداران، بسیج و شبه نظامیانش را برای سرکوب قیام به خیابانها آورده و هنوز هم در خیابانها هستند و همانطوری که شما گفتید خیابانهای ایران به پادگانهای نظامی تبدیل شدند. در صورتی که این لشکرکشی در خیابانهای ایران تمام شود شاهد تحرکات دیگری در خیابانهای ایران خواهیم بود. طبعا مردم ایران بار دیگر به خیابانها خواهند آمد. اذا رجعت هذه المجموعات طبعا الشعب الايراني سينظم نفسه وسيدخل الشارع مره ثانيه. نعم دكتور ابراهيم، امس يعني الاداره الامريكيه فرضت عقوبات على 14 كيانا وشخصيه ومؤسسه ايرانيه او مرتبطه بالنظام الايراني. دكتور ابراهيم، امريكا 14 فرد و نهاد رژیم ایران را که با برنامه های موشک های بالستیکی رژیم ارتباط داشتند را مورد مجازات قرار داد. آیا این تنها کاری است که آمریکا علیه رژیم ایران می تواند بکند؟ همچنین می بینیم که مجازات های اتمی علیه رژیم ایران تمدید شده. فيما يتعلق بالموقف الأمريكي وما حدث حقيقة من إعلانات تسمي كيانات معينة أو تفرض عقوبات معينة على بعض الأسماء وبعض الأصوات، لا أتوقع أنه هذا هو النهاية للسياسة الأمريكية. نعلم بأنه در ارتباط با موضع أمريكا هم که بعضی نهادها و أفراد مشخص را مورد مجازات قرار داده، این اولین گام است و در آینده گام‌های بزرگی وجود خواهد داشت. اگر بخواهیم به زبان آمار صحبت کنیم، کاری که آمریکا کرده 20-30% بوده و هنوز 70% از کارهایی که باید انجام دهد باقی مانده است. دکتر هاشمیان، الان وجدنا ان النظام اعتمد في مواجهة هذه الاحتجاجات والمظاهرات على الحل الأمني، على القمع، على السجن، على القتل. وجدنا تقريبا قرابة 30 قتيل خلال أسبوع، وجدنا أكثر من 3000 دكتور هاشميان، می‌بینیم رژیم برای برخورد با تظاهرات به راه حل امنیتی و سرکوب پناه برده و در زندان‌ها تظاهر کنندگان را به قتل می‌رساند. آیا رژیم به این نتیجه رسیده که راه حل امنیتی و سرکوب است و برای حل این مشکلات و خواسته های مردم که در درجه اول معیشتی است راه حل دیگری ندارد؟ المطالب الشعبية التي يرونها معيشية بالدرجة الأولى؟ نعم بالتأكيد النظام الإيراني هو يعرف جيدا أن لا توجد له قاعدة شعبية. هناك إحصائيات واضحة لدى الوزارة الداخلية. بله، رژیم ایران می‌داند که پایگاه مردمی ندارد. وزارت کشور این رژیم و دستگاه‌های وابسته به ولی فقیه از میزان تظاهرات و اعتراضات و شعارهای مردم که رأس رژیم یعنی ولی فقیه و علی خامنه‌ای را هدف قرار داده خبر دارند. این رژیم هیچ راهی برای ارتباط با مردم ایران ندارد مگر سرکوب و زندان و کشتار، ولی این بار فریبکاری می‌کند. این بار حسن روحانی از قانون اساسی و معیارهای اخلاقی و حقوق بشر و چیزهایی صحبت می‌کند که جهان غرب و کشورهای اروپایی که با آنها روابط اقتصادی دارد از آن خوششان بیاید، ولی در زیر این صحبت‌های روحانی الان سرکوب و قتل و شکنجه ادامه دارد. عاصم جهانگیر که مسئول امور حقوق بشر در ایران است خواسته تا اسامی دستگیر شدگان به سازمان ملل داده شود. این موضوع ساده است، ولی همکاران حسن روحانی میگویند که هیچ لیستی از دستگیر شدگان ندارند، یعنی آنها به سپاه پاسداران، اطلاعات و نیروهای ویژه اجازه میدهند که مردم ایران را دستگیر کنند و نمیخواهند که اسامی دستگیر شدگان را بدهند. این فریبی میان حسن روحانی و علی خامنه‌ای برای گول زدن مردم ایران و کشورهای دیگر است و این رژیم در زیر این فریبکاری مردم ایران را سرکوب میکند. يعني يقول بأنه ليس لديهم قائمة من الأسماء، يعني هم يسمحون للحرس الثوري ويسمحون للمخابرات والقوات الخاصة باعتقال المواطنين الإيرانيين، ولكن حتى لا يريدون أن يفسحوا عن الأسماء المعتقلين. هذه الخدعة بين حسن روحاني وعلي خامنئي تأتي في سياق خداع أولا الشعب الإيراني وخداع الدول الأخرى، والنظام الإيراني يقمع الشعب الإيراني تحت هذه الراية وتحت هذه الواجهة.